سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 21 نوامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. عضو کمیسیه 44 تیمور شونظروف به 10 سال زندان محکوم شد. توقای غالب انتخابات پرزیدنتی قزاقستان اعلام شد. هلاکت 7 نفر از جمله یک مهاجر تاجیک در سوختار در انبار گلها در مرکز مسکو. 15 روز شزای بزرگ میدیاروف برای بحث درباره نقش و مقام امام علی رحمان. تاجیکستان در آستانه انتقال قدرت، بعد امام علی رحمان کی می آید؟ صاحب بانک بین المللی معلوم شد. شیرعلی خالوف او را می شناسد؟ اسماعیل نبیره امام علی رحمان پرزیدنت فدراسیون جودو انتخاب شد. و اکنون تفصیلات خبرها. عضو کمیسیه 44 تیمور شونظروف 40 ساله به 10 سال زندان محکوم شده، علکی برای ادای حکم به مبس نظامش سنگین شهر خوجند انتقال داده شده است. در این باره روز 20 نوامبر سال 2022 ژورنالیست انورا سرکورو که اساسا رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند خبر داد. مقامات تفتیشاتی و دادگاه تاجیکستان تا کنون این خبر را شرح ندادند، ولی بنا به اطلاع سرکورو و دادگاه شونظروف را بر اساس قسم 2 ماده 187 کدس جنایتی تاجیکستان با عضویت در سازمان جنایتی گناهگار شناخته است. تیمور شونظروف ماه ایون در خورخ مرکز ماموری بدخشان دستگیر شده به دوشنبه آورده شد. او هم مثل دیگر اعضای افشوده کمیسیه 44 در جریان تفتیشات بعد وقت دسترسی نداشت، تاکید کرده است انورا سرکورو. بنا به اطلاع او، تیمور شونظروف به تجارت خود مشغول بود و یگانه سرابان اویله به شمار می رفت. او صاحب 3 فرزند خردسال است که از 4 تا 11 سال دارند. کمیسیه 44 ماه ینور سال 2021 از جانب فعالان جامعه شهروندی با مقصد حل و فصل اختلاف بین مقامات و تظاهرگران خورخ تشکیل شده بود. طوری هم که انتظار می رفت، پرزیدنت کنونی قزاقستان قاسم ژمارت توقایف با کسب بیش از 81% آوازها غالب انتخابات پرزیدنتی پیش از مولت این کشور اعلان شد. این انتخابات روز 20 نوامبر سال 2022 دایر شد. منتقدان از اول می گفتند که 5 نامزد دیگر برای جامعه کاملا ناآشنا تنها به خاطر رعایت رسمیت و الترناتیوی وانمود کردن این معرکه پیش بری شده، هیچ کدامش توان رقابت با توقایف رو ندارند و در اصل نتیجه این انتخابات از قبل معلوم بود. چقدر ضعیف بودن نامزدهای ضد توقایف پیش بری شده رو این نقطه هم نشان میدهد که جای دوم رو در آوازدهی نه یکان نفر از این نامزدها بلکه بند بزد همه گرفت که 5.8% یا بیش از 400,000 نفر در انتخابات اشتراک کرده بزد همه نامزدها آواز دادند. کمیسیه مرکز انتخاباتی قزاقستان گفت از 11,953,465 انتخاب کننده در انتخابات روز 20 نوامبر 8,300,000 یا 69.44% اشتراک کردند. نتیجه های نهایی انتخابات در این کشور سابق شوروی آسیای مرکزی هنوز نشر نشدند، ولی معمولا نتیجه های نهایی انتخابات ها از نتیجه های مقدماتی تقریبا فرقی نمی کنند. نتیجه های اگزیت پول پژوهشگاه منطقوی جامعه باز نیز نشان می داد که به طرفداری توقایف بیش از 80% آواز داده، بیش از 5% مردم به ضد همه آواز دادند. پژوهشگاه سیاست جمعیتی مربوط به حزب حاکم امانت نشان داد که توقایف بیش از 85% آواز گرفته است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت قزاقستان انوس تا اعلان رسمی نتیجه های انتخابات خبر داد که علکه پرزیدنت های قرغزستان، ازبکستان و تاجیکستان به توقایف زنگ زده او را به مناسبت پیروزی قاطعانه در انتخابات تبریک گفتند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که امام علی رحمان قاسم ژمارت توقایف را به مناسبت انتخاب دوبارش به مقام پرزیدنت قزاقستان تبریک گفته، به او در فعالیت دولتیشان کامیابی های بی‌نظیر به نفع رشد استوار و شکوفایی قزاقستان دوست آرزو کرده است. قاسم ژمارت توقایف 69 سال داشته، سال 2019 وقتی به قدرت رسید که پرزیدنت قبلی قزاقستان نورسلطان نظربایف به طور ناگهانی بعد قریب 30 سال حکمرانی از مقام دست کشید و توقایف را وارث خود اعلان کرد. توقایف تا اول سال جاری نقش یک پرزیدنت نمایشی را اجرا میکرد، زیرا حکومت را از پس پرده همچنان نظربایف و آدمان او اداره میکردند. در پی اعتراض های خونین ماه ینور سال 2022 که 283 کشته به جا گذاشت، توقایف توانست
حکومت خود را مستحکم کرده نظر بویف آدمان او را از صحنه سیاسی کشور بیرون اندازد. در جریان تقسیم نو قدرت شرط توقیف شماره زیادی از اعضای تیم نظربایف از جمله اعضای خانواده های پریزیدنت قبلی بسیاری از تجارت های پرفایده و منصب های بلند خود را از دست دادند و برخی را زندانی هم کردند. بنیاد بزرگمهر خبر داد که ادوکات شناخته بزرگمهر یوروف که در محبس نو واقع در کنار شهر وحدت 28 سال حکم زندانش را ادا می کند روز 15 نوامبر سال 2022 در عرفه روز پریزیدنت با ماموران این مبوز درباره نقش و مقام پریزیدنت وارد بحث شده، به این دلیل بار دیگر به مدت 15 روز در اتاق جریموی یا شزو جایگیر کرده شد. سبب مجازات سر وقت و درست بیان نکردن احترام به امام علی رحمان به عنوان رئیس جمهور و رهبر کشور بوده است. مقامات زندان ها با بزرگمهر یوروف درباره نقش امام علی رحمان در جامعه و پیشرفت کشور بحث می شوند و انتقاد او به مسئولین پسند نمی آید. گفته های بزرگمهر یوروف را دو زندانی دیگر نیز دستگیری می کنند که در نتیجه هر سه را روانه اتاق جریموی کردند. خبر داد بنیاد بزرگمهر، مقامات محبس نو وحدت و اداره زندان های وزارت عدلیه تاجیکستان این خبر را تا حال شرح ندادند. این سازمان حامی حقوق انسان که از جانب جمشید یوروف برادر بزرگمهر یوروف تأسیس یافته است یادآور شده است که تازه در پایان ماه سپتامبر سال 2022 نیز کارمندان زندان نو شهر وحدت بزرگمهر یوروف را قصدن در کتابخانه محکم کرده برای شرکت نکردن در حاضر و غایب یا پریکلیچکا برای 10 روز به اتاق جریموی انداخته بودند. بزرگمهر یوروف 28 سپتامبر سال 2015 در پی به دوش گرفتن رهبران حبس شده حزب نهضت اسلامی و تأسیس کمیته دفاع از زندانیان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بازداشت و با جرم قلابی، افرادگرایی، تحقیر پرزیدنت و تحقیر نمایندگان دولت در عموم به 28 سال زندان محکوم شد. یک دلیل اساسی افرادگرایی این وکیل مدافع نیز بحثش با مقامات حفظ حقوق بود که یوروف به آنها گفته است که طبق قانون ادوکات از پرزیدنت بالاتر می ایستد. مقامات این را همچون تحقیر پرزیدنت و افرادگرایی معنی داد کردند. سازمان های عمومی حقوق بشر از جمله Human Rights Watch، عفو بین المللی و کمیته هلسینکی نروژ نیز بزرگمهر یوروف را محبوس سیاسی عنوان می کنند و چندین بار از حکومت تاجیکستان رهایی بی قید و شرط او و دیگر وکیلان مدافع زندانی را طلب کردند. اما مقامات تاجیکستان وجود محبوسان سیاسی در زندانهای این کشور را رد می کنند و می گویند افراد چون بزرگمهر یوروف، شورت قدراتوف، نوردین محکم و وزای سعیدوف که حامیان حقوق آنها را محبوسان سیاسی می نامند در اصل با جرمهای دیگر از جمله برای قلابی محکوم شدند. شام 20 نوامبر سال 2022 بر اثر سوختار در یک انبار گلها در مرکز شهر مسکو دست کم 7 نفر، 6 ساکن روسیه و یک شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیده است. برای شناسایی جسدهای سوخته قربانیان باید تشخیص طبی و دادگاهی گذرانیده شود. بنا به اطلاع رسیده اولادهای فوق‌العاده پایتخت روسیه، شام 20 نوامبر در میدان کمسامولسک که به نام میدان سه وگزال معروف است، بنای خشتی دو خوابیده انبار گلها به کام آتش رفت. مساحت سوختار بیش از 2500 متر مربع را تشکیل داده است. پیش روی علنگه آتش را ساعت 18:20 گرفتند، ولی سوختار تنها ساعت 10 شب پاره فرو نشانده شد. گفته می شود در فرو نشاندن سوختار در انبار شرکت گلپروری و گلفروشی نو فلور بیش از 1000 نفر و 35 ماشین سوختار نشانی و حتی یک قطار روی آهن سوختار نشانی جلب کرده شده است. به نجات بخشان میسر شد که 7 نفر دیگر را از مرگ نجات دهند. بنا به خبرها در سال 2019 در انبارهای امین شرکت نو فلور بیش از 20 مورد رعایت نکردن قاعده های ضد سوختار را آشکار کردند. این شرکت را به مبلغ 150000 روبل و نفر مسئولش را به مبلغ 6000 روبل جریمه بسته بودند. سفارت تاجیکستان در مسکو گفت با مقامات روسیه در تماس پیوسته قرار دارد و تلاش خواهد کرد تا شخصیت شهروند تاجیک هلاک شده را زودتر معاین کند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر و تقریبا نصف اولی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده های خود به خارج و اساسا به روسیه به مهاجرت کاری می روند.
هر سال در روسیه به دلایل های مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک میمیرند. فلاکت ها در جای کار و جای زیست از جمله سوختار یک علت عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می شود. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. نشریه روسی وزگلیت در یک مطلب تحلیلی مفصل با تکیه به کارشناسان روس می نویسد که اجرای نقشه انتقال قدرت در تاجیکستان به مرحله نهایی خود نزدیک می شود، ولی اجرای این نقشه می تواند تا 2 سال دیگر را در بر بگیرد. نشریه می نویسد که ماه نوامبر سال 2022 از زمان به قدرت رسیدن امام‌علی رحمان 30 سال گذشت و او در این مقام درازمدترین رهبر دولت در شوروی سابق تا از پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف که در آستانه سال 30 حکمرانیش ترک مقام کرد پیش گذشت. امین طور سابقه رهبری امام‌علی رحمان از الکساندر لوکاشنکو هم که سال 1994 به رهبری بلاروس رسید 2 سال بیشتر است. همصحبتان وزگلیت از جمله رهبر مرکز اطلاعاتی و تحلیلی تحقیق روند جمعیتی و سیاسی در پهنای شوروی سابق در چجاو برینند که امام‌علی رحمان علکی وارثش را انتخاب کرده است و او پسر کلونی 34 سالش رستم امام‌علی است. وزگلیت در مطلبش یادآور شده است که امام‌علی رحمان ماه نوامبر سال 1992 در قصر ارباب در کنار خوجند زمان به قدرت رسید که دوشنبه پایتخت تاجیکستان هنوز زیر نظارت مخالفین قرار داشت. بعد چند فرونت خلقی یکی از طرف های جنگ شهروندی تاجیکستان که امام‌علی رحمان را به قدرت رساند دوشنبه را اشغال کرد، ولی خیلی زود پای خود این فرونت خلقی هم رفته شد. مؤلفان می نویسند که پرزیدنت تاجیکستان بعدها نسب خود را از رحمانوف به رحمان عوض کرد و سال 2015 عنوان عمرباد پیشوای ملت را به دست آورد. نشریه می افزاید که در 30 سال استقلالیت تاجیکستان همه هیکل های لنین را در این کشور بجز از هیکلی که در میدان نزد نیروگاه نورک باقی مانده است برچیندند. امام‌علی رحمان یگانه پرزیدنت در آسیای مرکزی است که از اول سالهای 90 در سر قدرت باقی مانده است. دیگر کشورهای منطقه علکی تبدیل قدرت را تجربه کردند. در قزاقستان نظربایف سال 2019 خودش از مقام رفت. در ازبکستان سال 2016 بعد در گذشت اسلام کریموف شفقت میرزیویف به قدرت رسید و در ترکمنستان سال 2007 در پی در گذشت ترکمن باشی بردیومامدوف قربانگولی به سر قدرت آمده 15 سال حکمراند و در اول سال جاری کرسی را به پسر 40 سالش سردار سپرد. رهبر مرکز اطلاعاتی و تحلیلی تحقیق روند جمعیتی و سیاسی در پهنای شوروی سابق داریا چجوا میگوید امام‌علی رحمان میتواند به بردیومامدوف که قدرت را به پسرش سردار داد پیروی کند. او میگوید در تاجیکستان شخص رهبر آینده معین شده است و او پسر خود امام‌علی رحمان رستم امام‌علی است. به عقیده این تحلیلگر انتقال قدرت به رستم امام‌علی میتواند تا 2 سال نزدیک را در بر بگیرد. چجوا گفته است رستم امام‌علی را اینک چند سال باز برای مقام پرزیدنتی آماده کرده استودند. او شهردار دوشنبه و اکنون به پارلمان هم رهبری میکند که اینها همه مکتب کلاسیکی تربیه کادرها به شمار می روند. وادیم کازیولین مدیر مرکز تحقیقات جهانی و روابط بین المللی پژوهشگاه مسائل بین المللی اکادمی دیپلماتی روسیه می گوید تجربه سیاسی امام‌علی رحمان به او برای به حساب گرفتن همه سنگ های زیر آب و عملا ساختن نقشه انتقال قدرت با سناریوی ترکمنستان می تواند کمک رساند. بر عقیده او سبب تا حال عملی نشدن این نقشه به آن مربوط بود که رستم امام‌علی در یک محیط سونی به وی رسیده است و تجربه رهبریش کفایت نمی کند. کازیولین می افزاید امام‌علی رحمان تمام اپوزیسیا را از صحنه توزه کرد. در عرصه سیاسی یگان مشکل به نظر نمی رسد، ولی او به پسرش قدم به قدم یک مقدار صلاحیت را داده ایستوده است که او به تدریج تجربه رهبری دولت را بیاموزد. عامل های مهم دیگر برای انتقال قدرت به عقیده همصحبتان وزگلیت اتفاق نظر در داخل ایلیته های سیاسی است. بنا به ارزیابی های برخی ناظران بین رستم امام‌علی و رهبر کمیته دولتی نتیب ملی سیمومن یتیموف توازن وجود ندارد، می نویسد نشریه. از جمله داریا چجوا در این باره می گوید آنها با هم روابط تنگاتنگ ندارند که
این در شرایط آسیای مرکزی برای انتقال قدرت می تواند یک تهدید کلاسیکی باشد. حوادث ماه ینور در قزاقستان نقش نهادهای قدرتی و خطری را که آنها می توانند به بار بیارند به طور روشن به نمایش گذاشت. عامل دیگر تاثیرگذار بر روند انتقال قدرت در تاجیکستان باز هم می تواند حوادث افغانستان بخصوص به قدرت آمدن حرکت تندرو طالبان در این کشوری هم مرز با تاجیکستان باشد. باز یک عامل چالش ساز تنش‌ها در مرز با قرغیزستان است که هر سر چند وقت به مناقشه‌های مسلحانه خونین میپیچد. همصوبتان وزگلد عامل مهاجران اپوزیسیه بیرون از صحنه فعالیت قانونی و با چندین عامل دیگر را نام بردند که میتوانند به روند انتقال قدرت در تاجیکستان تا حد تاثیر رسانند. ولی طور به نظر میرسد این عامل ها نمیتوانند صورت این روند را تند یا کند کنند، ولی پیش اون رو دیگر گرفتن نمی توانند. اسماعیل محمد زویر صاحبکار جوان و نبیره کلونی پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 19 نویبر سال 2022 پریزیدنت فدراسیون گوشتین جودوی جمهوری انتخاب شد. اسماعیل محمد زویر در این مقام پهلوان شناخته تاجیک نورالله لایقوف را عوض کرد. در سامانه رسمی فدراسیون در این باره تا حال خبر رسمی نشر نشده است، ولی آزیا پلیوس با تکیه به منبع خود در این نهاد ورزشی خبر داد که روز 19 نویبر در دوشنبه جلسه حساباتی و انتخاباتی فدراسیون جودو تاجیک برگزار شد. به گفته منبع آزیا پلیوس یک مسئله اساسی در این جلسه انتخاب رهبر نو فدراسیون بود و اهل نشست از نامزدی اسماعیل محمد زویر همچون نفر اعظم شایسته برابری این سازمان ورزشی پشتیبانی کردند. پهلوانان تاجیک در عرصه بین المللی کامیابی اعظم بیشتر را در گوشتین جودو دارند که یک نمونش مدال های طلایی تیمور رحیموف و نخره مولا رجب خلیفایف در تاسکولوی بزرگ باکو در همین ماه نویبر سال جاری است. ولی بنا به مشاهده های شارحان و مخلصان وقت های آخر گوشتین جودو در تاجیکستان ظاهرا دچار بحران شده است و پهلوانان خوشنوم چون کامرانشاه استوپریان، بیروز خوجای و سامان محمد بیکوف اینک چند وقت باز از مسابقه های بین المللی ناکام برمیگردند. بخیده شارعان انتخاب اسماعیل محمد زویر که خودش هم دوستدار گوشتین جدوست میتواند کل فدراسیون جدو را جان و نفس توزه بخشیده این نوی ورزش را از بوران بیرون میکشد. اسماعیل محمد زویر سال 1996 به دنیا آمده است. او فرزند فیروزه رحمان و دختر کلونی پریزیدنت و داماد کلونیش محمد زویر صایبوف و نبیره اسم کلون امامعلی رحمان می باشد. به گفته دوستانش اسماعیل از خوردی به ورزش شفق زیاد داشت و به خصوص گوشتین جودو، فوتبال و اسب دوانی را دوست می دارد. سالهای آخر او مبلغ گذاری باشگاه ورزشگاه خواجه شریف را که به خانواده پرنفوذ صایبوف تعلق داشته به نام بابای اسماعیل نامگذاری شده است بروده دارد. در این باشگاه که سال 2019 تأسیس یافته است پهلوانان آینده‌دار تاجیک مشق میکنند و تا امروز دست پروران باشگاه حاجی شریف در عرصه بین المللی 171 مدال از جمله 44 طلا، 30 نقره و 94 برنجی به دست آوردند. سامان محمد بیکوف سال 2019 نیز همچون نماینده باشگاه حاجی شریف قهرمان جهان در گوشتین جودو در بین جوانان شده بود. اسماعیل همچنین با اشتراک فعالانش در کارهای خیر و دستگیری ورزشگران و هنرمندان نام برآورده است. او از جمله پول تبابت چندین کودک از اویله های نیازمند را به عهده گرفته به چندین اویله های محتاجت و خانه و در تحفه کرده است. هفته گذشته بانک بزرگترین قزاقستان خلیق بانک اعلام کرد که بعد 3 سال فعالیتش در بازار بانکی تاجیکستان تمام 100% سهمیه های بخش تاجیکیش خلیق بانک تاجیکستان را با بانک بین المللی تاجیکستان میفروشد و با همین ترک این کشور میکند. برای بسیاری ها در این معامله بزرگ این پهلویش هم جالب بود که آیا صاحبان بانک بین المللی تاجیکستان کیستند؟ رادیو آزادی روز 21 نویبر سال 2022 در یک مطلب تحقیقاتی خبر داد که اسم مالکان این بانک را معلوم کرده است. نشریه با تکیه به معلومات سامانه خود بانک بین المللی تاجیکستان مینویسد که سامانش تاجیک کیترینگ سرویس خالف شیرالی سفرالیویش هستند. شرکت اول 76.95% و شیرالی خالف 23.05% سهمیه های بانک را در دست داشتند. در این زمان در فهرست یگانه
دولتی شخصان حقوقی باعث مالک تاج کیترینگ سرویس نیز خلوف شیرعلی سفرعلیوش نشان داده شده است. با این ترتیب رسما او مالک یگانه بانک به شمار می رود. تاج کیترینگ سرویس به فروش خوراک در داخل هواپیماها مشغول است. آن را ماه اکتبر سال 2009 ثبت نام کردند. در همین حال بانک بین المللی تاجیکستان مالک چندین شرکت دیگر از جمله استاندارد اجاره بوده است که به عملیات لیزینگ مشغول می باشد. استاندارد بیمه از شرکت های دیگر تاسیس داده بانک بین المللی تاجیکستان نام برده می شود. آن را سال 2015 با هدف سقوطه و میان روی تاسیس دادند. هم مؤسس این دو شرکت گلوف جمشید شیرعلیوش نامور شده است. بر اساس معلومات رسانه های نزدیک و مخالفان از جمله پیام و اسلو، جمشید گلوف برادر اشرف گلوف سفیر تاجیکستان در ترکیه و یکی از دامادهای رئیس جمهور امامعلی رحمان است. جمشید و اشرف گلوف ها فرزندان شیرعلی گل وزیر پیشین انرژیتیک می باشند. بانک بین المللی تاجیکستان تنها بانک در جمهوری نیست که زیر نظارت خیش و تبار نزدیک پرزیدنت امامعلی رحمان قرار دارند. در حال حاضر رهبری اوریون بانک در دست حسن اسدالله‌زاده دادرعروس پرزیدنت قرار داشته. زرینه رحمان دختر امامعلی رحمان معاون رئیس اوریون بانک است. سپیتامین بانک را به داماد پرزیدنت جمال‌الدین نورعلی‌زاده ربط می‌دهند. همین طور بنا به معلومات فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی در تاجیکستان شرکت فاروز که آن را به شمس‌الله صویبوف یکی از دامادهای پرزیدنت پیوند می‌دهند مالک کامرس بانک تاجیکستان است. کامرس بانک نیز قبلا بانک قزاقی بود. خلق بانک در زمینه بانک شوروی سبربانک تأسیس یافته با قریب 10 تریلیون تنگه یا حدود 2.2 میلیارد دلار پس‌اندازهای در این بانک گذاشته مشتریانش بزرگترین نهاد مالیوی قزاقستان دانسته می شود. مقامات تفتیشاتی نویه پوشک نشهر سن پیتربورگ روسیه به تحقیق سبب های مرگ ناگهانی دختر نابالغ یک اویله مهاجران از تاجیکستان شروع کردند. بنا به اطلاع خبرگزاری اپراتیو نپریکریتی، جسد این کودک مکتب خان را روز 22 نوامبر سال 2022 ساعت 11 و 20 دقیقه در منزلشان در کوچه پرومایسکایا پیدا کردند. در بدن او یگان آثار ظاهرا مرگ مجبوری دیده نمیشد. درباره یافت شدن جسد این کودک به پلیس نویه پوشکینا فلشر ماشین یوری تاجیلی که به جای حادثه دعوت شده بود خبر داده است. سبب مرگ دختر نابالغ هنوز معلوم نیست. برای معاین کردن علت مرگش جسد این دختر را برای تشخیص فرستادند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبر بامداد در این نشانه پیگیری نموید: www.bamdad.com. خوش باشید.